بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. هنوز هم در کنار نگرانی های صحی یا امنیت صحی مردم افغانستان، نگرانی جدی بر سر چگونگی ساختار سیاست در افغانستان همچون از هنامه را میرنجانه و نگرانی ها سبب مختل شدن قسمت زیاد از کاروبار مردم افغانستان شده. نهایت انرگو سپیدار یا دو رقیب انتخاباتی تا به امروز نتانستن به اگرای حل صلح‌آمیز و معقول برای پایان بنبست و بحران سیاست در درون افغانستان و آشتی پذیری یک زبان مشترک برای گفتگوهای صلح برسند. حکومت افغانستان لست را ترتیب کرده که او لست به قبل سخنگوی های ارگ ریاست جمهوری نهایی است و قرار است به دوها برای گفتگوها بره. اما این طرف سر و صداهای توأم با هشدار برای ایجاد یک لست و تشکیل یک اداری با صلاحیت یا یک شورای با صلاحیت صلح حرف زده میشه، چیزی را که ارگیاس جمهوری هم را رد کرده. نهایتا این تشنج در درون و این اختلاف نظرها در درون تا چی میزان موقف کابل را در گفتگوها به تعویق انداخته و نهایتا آیا این گفتگوها با توجه به مشکلات و بحران امنیتی صحت در دنیا ممکن است رنگ و رخ بگیره یا احتمال ناکامی بر اساس عدم تغییر در موازی طرفین یک نقطه خیلی متصور خواهد بود. مجموعی فاکتورها را میخواییم شب سرش بحث بکنیم، اما قبل از او یک گزارش مرتبط کنم. این تصویرها جنگجویان طالب را در حال نبرد با گروه داعش در ولایت شرقی کنر نشان میدهد. نبردی که زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان آن را یکی از هدفهای واشنگتن در توافق نامه صلح با طالبان میداند. خلیلزاد در یک رشته پیام‌های مبارزه طالبان در برابر داعش و اقدام برای جلوگیری از روند استخدام و آموزش این گروه از سوی طالبان را ستایش کرده و گفته که عملی شدن تعهدات آمریکا در توافقنامه صلح وابسته به اقدامات طالبان است. در حالی که طالبان و آمریکا در حال عملی کردن ماده‌های توافقنامه صلح هستند، در کابل اما حکومت با طرف‌های سیاسی هنوز بر سر چگونگی شروع مذاکرات میان افغانی هم نظر نشدند. در مورد یک هیئت مشترک که از افغانستان نمایندگی بکنه، متاسفانه تا هنوز اختلافات وجود داره و ما در مورد هیئتی که از طرف حکومت همشمول به رهبری جلال مآب دکتر عبدالله تهیه شده آمادگی کامل داریم و در او بحث مشکلی نیست. این در حالی است که اختلاف ها بر سر چگونگی کارشیوه رهایی زندانیان طالب میان حکومت و طالبان سبب شده تا گفتگوهای میان افغانی با تأخیر روبرو شود. آقای جان میلر و آقای خلیلزاد در دویشان به دوحه رفتن و امید است که اینا حامل یک پیغام خوب باشند و یایی که زندانی ها را آزاد کنند که راه گفتگو هرچی زودتر باز شوه در بین افغان ها و این مشکل حل شوه. طالبان وایی چی پمونگ پوری اړه نه لري او زمونږ پالیسی داده چی تر سو پوری بندیان نوی خوش شوی رسمان بین افغان مذاکرات نه پیلو. در امین حال عمران خان نخست وزیر پاکستان در گفتگو با اسوشیتد پرس درباره خواست رئیس جمهور غنی مبنی بر قطع رابطه طالبان با پاکستان میگوید که تمامی پیشرفت های به دست آمده در روند صلح افغانستان نتیجه همکاری های پاکستان بوده است. در اوضاع کنونی باید از نقش پاکستان ستایش شود و اکنون باید تعامل میان حکومت افغانستان و امریکا باشد که در 19 سال جنگ در افغانستان نتوانست صلح را به این کشور بیاورد و نیاز است تا راه صلح ادامه یابد. همزمان با این نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان در یک اعلامیه خواهان جا دادن حقوق و نیازمندی های کودکان افغان در روند صلح است. در بخشی از این اعلامیه آمده که افغانستان همچنان مرگبارترین محل کشمکش برای کودکان است و سازمان ملل از تعامل و تلاش های اخیر طرفین در این کشور برای دستیابی به صلح پایدار استقبال می کند و بر لزوم پایان این درگیری تاکید می ورزد. برای بحث بیشتر با ما جناب آقای وایس ناصری، تحلیلگر سیاسی از آلمان، آقای گلابمیر رحمانی، آقای روند بیمل از هند و محمد داود قیومی، تحلیلگر مطالعات صلح از کانادا، از طریق ویدیو کانفرانس وصل خواهد بودن و دوستاره خوش آمدید میگم. بحث را با آقای ناصری میخوایم آغاز بکنیم. آقای ناصری بسیار خوش آمدین و پرسشون خواست از بنبست موجود در چگونگی نهایی ساختن لست
مذاکرات صلح در کابل. فکر میکنین که عوامل خارجی تاثیرگذارتر تا حد مانی نهایی سازی لست شده یا اختلافات درون به حدی است که در کوتاه مدت ما منتظر نهایی شدن یک لست همه شمول در افغانستان نباشیم؟ با تقدیم سلام و محبت و اظهار سپاس از شما و پیشاپیش روز خبرنگار برای تمام خبرنگارای شجاع، دلیر، وطن دوست و واقعا آگاه و بینای ملت ما که در این شرایط سخت و دشوار به حساب امو سینه های خود از سپهر ساخته و اونا هستند که تنویر میکنن، روشنگری میکنن، در سنگر آگاهی ملت قرار دارن در این 18 سال مخصوصا در افغانستان. به هر صورت تبریک میگم خدمت همگی شما و هم همکارانتان آقای فیاض و با تقدیم سلام به میمانای برنامه ملت شریف افغانستان. ببینین عوامل داخلی و خارجی باعث این شکست و ریخت های فعلی هست در افغانستان. به ارتباط عوامل داخلی اگر توجه کنیم، تنها موضوع انتخابات و کشمکش های از او و به حساب آمدن یک حکومت یا به حساب ادامه کار یک حکومتی که بر اساس انتخابات نامشروع، انتخاباتی که به بیراه رفت، تقلب بود، تخلف بود و به حساب زورگویانه و کودتاگونه و مشروعیت و حاکمیت به حساب ربوده شد، ادامه کار یک حاکمیتی که به حساب بر اساس این قسم باشه مشروعیتش، نظر به این که مارکس ویبر یکی از جامعه شناسان، سیاستمداران و یکی از شخصیت‌های برازنده قرن 19 میگه که مشروعیت یعنی باور و اعتماد، برخلاف چیزی را که سیسرون فیلسوف و خطیب مشهور قرن 2 میگفت که مشروعیت یعنی رضایت. به هر صورت اعتماد و رضایت از بین رفته. ما میخوایم پیش از اینکه در مسائل عوامل خارجی موضوع صحبت کنم، بر اساس یک تفکر حاکم که در جامعه فعلا هست، ما در تاریخ گذشته معاصر سیاسی افغانستان حداقل در 40-50 سال گذشته یا 60 سال گذشته اگر توجه کنیم، بعد از این که نادرخان کشته میشه و فرزند عبدالصالح به پادشاهی میرسه، ما شاهد صدارت شخصی به نام محمد هاشم خان هستیم که با انضباط محکم و آنین و دیکتاتوری 17 سال صدارت میکنه. بعد از ختم پایان از جنگ جهانی دوم یک ضرورت زمان ایجاد میکنه که یک تغییر در افغانستان بیاید و ما شاهد صدارت برادرش محمد شاه محمود خان هستیم که به شکل دموکراسی و آزادی بیان و مطبوعات و شورا و پارلمان و مبارزات انتخاباتی هستیم، یعنی پلورالیزم سیاسی حاکم میشه. ولی 7 سال یا 6 سال از این حاکمیت نمیگذره که دوباره شاهد آمدن یک استبداد به نام صدارت سردار محمد داوود خان هستیم در 10 سال و بعد از یک دوره دیگه پس در افغانستان می به نام دموکراسی، دهه دموکراسی. ولی دهه دموکراسی را یک جمهوریت ختم میکنه که حکومت فردی هست، حکومت دیکتاتوری هست، حکومت است بر اساس حاکمیت یک فرد میای. ما تکرار تاریخ تا به امروز اگر ببینیم، در همین دوره اخیر ما شاهد حاکمیت و تفکر سیاسی دوباره هاشم خانی و داوود خانی در افغانستان هستیم که همه چیز در محور یک شخص، یک گروه بسیار محدود، تمام قدرت و تمام امکانات و تصامیم گرفته میشه و ایست که باعث از بین رفتن اعتماد و به اصطلاح اجماع ملی و اعتماد ملی و به اصطلاح مارک ویبر امو رضایت و یا به حساب باور است و ما از بین رفتن اعتماد در تمام صفوف و تمام خطوط و تمام سطوح سیاست در افغانستان با گوشت و پوست لمس بکنیم. این که اگر یک گروه تشکیل شوه 5-20 نفر را نام شبتن، این اصلا شکلیات است. ولی محتوا، چیزی که در افغانستان از بین رفته اعتماد است، چیزی که در بین رفته به حساب امو اجماع هست و اینا شکل نگیندگی های درونی جامعه است که یک شخص یا یک گروهی میخواید که با تمام قدرت و توان، همه امکانات مالی، سیاسی، اقتصادی و همه سیاست افغانستان به دست خود داشته باشه و قمار بزنه یا حرق یا مرگ. یک بخش مسئله است. بخش اساسی دیگه است که در حضور امریکا که به حساب تمام حاکم افغانستان است و همه چیز به دست غربی ها است، ما شاهد هستیم که لست آخری را که چند روز پیشتر باعث جنجال ها شد، آقای خلیلزاد به مطبوعات داد و برای افشا کرد که یک لیست است که آقای غنی ساخته و او رو با سیاسیون، یعنی ترجمان ارگ و سیاسیون آقای
خلیزاد است. آقای خلیزاد ترجمان امریکا در دوحه است. آقای خلیزاد ترجمان در روز الف وفاداری سوگندها بود. ما شاهد هستیم که تمام سیاست افغانستان در 18 20 سال گذشته در محور آقای خلیزاد امریکا بازی میشه و این مداخلات علنی و سری از اینا و رضایتی که امروز از نقش طالب در جنگ با داعش اظهار کرد باعث از این میشه که متاسفانه سیاست افغانستان از دست افغان‌ها خارج شده و همین مورهایی که امروز با هم به اعتماد هستن در درگیر جنگ هستن و سر یک لست جور نمیان، سر محتوا و آژندای برنامه جور نمیان، اینا به آهسته آهسته همو پلان‌هایی که امریکا برای 10 سال و 20 سال و 30 سال و 50 سال آینده در افغانستان داره که پایگاه نظامیش چه قسم باشه، به حساب متحد استراتژیکش در آینده کی باشه و چه قسم باشه، ما شاهد مداخلات علنی و سریع امریکا و خلیزات برای آینده شان هستیم و این متاسفانه همی سیاست مدارای ما را هرگا و سپیداره و تمام اینا را به بازی گرفته و باعث همی آمدن به حساب بیعتمادی و کشمکش ها هست که متاسفانه در آخر روز نه احمد میمانه و نه محمود. بس مسیرگیری یک بس خیلی جدی است. اجازه بدید آقای رحمانی پرسیم. خوش آمدین آقای رحمانی. مسیر به کدام سمت سوق داده شده؟ فکر میکنین که کنترل در کار است و در کوتاه مدت میتونیم یک راه حل پیدا کنیم یا نه؟ سلام خدمت شما، خدمت بینندگان تلویزیون شما و همچنین به روز خبرنگاری به شما و همکاران تکنیکی شما و تمام خبرنگاران افغانستان تبریک میگم، عرض میکنم. در قدم اول باید گفت که مذاکره بین افغانی که تازه دارد در میان شهروندان افغانستان قرار است که شکل بگیرد و این یک فرصت بسیار خوب و یک خوشبینی در میان شهروندان افغانستان وجود دارد. اما بالاخره طالبان درک کردند که در آخر جنگ 18 سال بدون رسیدن به یک سال در افغانستان دیگر راه گزینه‌ای وجود ندارد. اما نکته خیلی حساس و ظریف در اینجا این است که میکانیزم این مذاکره چگونه صورت بگیرد، این میکانیزم باید حکومت موجود افغانستان، سیاسیون افغانستان، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای پژوهشی و نماینده های ملت افغانستان و همچنان نماینده های زنان در افغانستان که نگرانی 18 سال دستاوردهای 18 سال گذشته افغانستان دارند، اینها به صورت یک پکیج همه شمول وارد مذاکره با سران طالبان شوند، نگرانی های شهروندان افغانستان به صورت همه شمول پیشکش بکنند و از این طریق ما میتونیم در آینده یک زمینه صلح را مساعد بسازیم که در اونجا بتونه هم مردم افغانستان در فضای صلح زندگی بکنه و همچنان در آینده بتونه حکومت افغانستان که 18 سال بیرون ها سرباز در رسیدن و همچنان در همین حسدهش که حکومت موجود وجود داره با همه چالش. شما تحلیلگر هستین، حالا آنچه که هست با توجه به آنچه که هست نه آنچه که باید باشد، چی چیز در راه است و وضعیت چی میبینید شما؟ بدون شک در چالش هایی که در افغانستان وجود دارد، چالش های پس از انتخاباتی که در افغانستان شکل گرفته، این چالش ها در تمام کشورهای دنیا می باشد. حتی امروز اگر ما به امریکا هم نگاه کنیم، همون چالش های انتخاباتی هنوز رنگ و بوی خود را حفظ کرده. ما مطمئن هستم که سیاسیون افغانستان مخالفینی که با دولت کنونی افغانستان مشکلات سیاسی داره، مشکلات انتخاباتی داره، این مسئله را کنار بگذارن، یک پارچگی وحدت و اجماع ملی را در میان شهروندان شکل بدن، در روند پروسه مذاکره با طالبان صحبت بکنن و منافع فردای که امروز در افغانستان وجود داره، حتی مخالفین سیاسی افغانستان و تمام شهروندان افغانستان در این سهم هستند. اگر ما این را قربانی بدیم، بدون شک نه ما برنده هستیم و نه حکومت موجود برنده، نه شهروندان و نه میتونیم دستاوردهای 18 سال را حفظ کنیم. آقای رحمانی، حالا اختلافات انتخابات طبیعی است، در تمام کشورها وجود دارد، شما مثال بردین، اما هیچ کشور دنیای دو تحلیف نداشته و دو رئیس جمهور اعلان نشده و این اختلافات تا حدی است که آمریکایی ها هم تلاش پادرمیانی را میکنه، یک چیزی که از جانب از اونها به رسمیت شناخته شده و تلاش رای حل است و سهمدهی یک حکومت هم شمول دارند. حالا این اختلافات تا یک حد زیاد گری خورده با نبض دیالوگ طالبا با سیاسیون افغان و اونا گفتن که با لست حکومت افغانستان وارد گفتگو نخواهند شد. فکر میکنین که سه زل اختلاف تا یک حد زیاد فاصله های
تقریبا پیچیده را دارن شکل میتن و این پیچیدگی تا حد زیاد میتونه به تعویق بندازه پروسسور را. بدون شک اگر اجماعی ملی در میان شهروندان، در میان سیاسیون و احزاب سیاسی و جامعه مدنی و نهادهای مدنی افغانستان شکل نگیره و این پروسه به تعویق خواهد افتاد، پروسه صلح و این کشیدگی های چالش های سیاسی، ما مطمئن هستم که این در گذشته های مستاق ازیر ما داشتیم که سیاسیون افغانستان با چنان ثبات سیاسی که در گذشته ها مستاق چندین مرتبه داشتیم، اینا در دهه های 90 تغییرات سرپاباور خواهد شکل خواهد گرفت. با موشیدی که برای مردم افغانستان مهم است و پایدار است، مصطلح افغانستان هست که مردم افغانستان حالا 19 سال میشه انتظار از او را میکشن. اما در اینجا اگر این اجماع سیاسی صورت نگیرد، بیشترین منافع را طریق طالبان و همچنان کمپاین انتخاباتی که در امریکا وجود دارد، سود بیشتر اونا خواهند بود. چقدر امکان لغزش هست؟ حداقل سناریوهای تقریبا پیچیده و طرح شده ای که یک مقدارم گفته میشه و کانال های بیرونی گره خورده، چقدر میتونه حداقل عقیم بسازه مجموعی پروسه پیش یا پروژه صلح یا متحدی آمریکا را تحقق شده در افغانستان؟ من فکر میکنم که در اینجا با باور ما خوشبینی وجود داره که امروز روند مذاکره صلح طالبان از کشورهای منطقه و مذاکره از دور و نزدیک جمع شده و آمده، خلاصه شده، آمده در میان شهروندان افغانستان می هم مذاکره صورت بگیرد. ما فکر میکنیم این یک فرصت بسیار کلان است برای مردم افغانستان. این طالبان در 18 سال اینا آماده نبودند با شهروندان افغانستان و با سیاسیون افغانستان مذاکره کنند و از این فرصت باید استفاده شود و نگذاریم که چانس از دست برود. و دوم مسئله این که چالش های سیاسی افغانستان میتواند در این موضوع انتخابات، چالش فصل انتخاباتی در مرحله های بعدی هم با مداخله وساطت رهبران سیاسی افغانستان و همچنان رهبران سیاسی داخلی و خارجی افغانستان این مشکل انقریب حل خواهد شد. من مطمئن هستم که رهبران سیاسی افغانستان باور دارند که منافع شخصی نمیتونه به صورت ثبات پایدار و هیچ وقت سیاسیون افغانستان به صورت دوامدار اینا دشمنیش با حکومت نداشتن، دشمنی دوامدار نبوده و هر چیزی که برای سیاسیون افغانستان تا هرز مهم بود در گذشته ها و تا امروز اون منافع شخصیش بودن نسبت به اینکه منافع خصوصی اونا ترجیح بدن. بسیار تشکر آقای ناصری. چقدر امی تهدیدا سوال را که از آقای رحمانی کردم وجود داره، حداقل با توجه به مانورهای کشورهای ضد آمریکایی مثل روس و ایران در افغانستان که تا یک حد بتانه مانع پیروزی پروژه آمریکایی، صلح آمریکایی در افغانستان شد، فکر میکنین که یک مقدار تلاش های استخباراتی برای برهم زدن این پروسه وجود داشته باشه و این بستر خیلی آماده است برای زو یا نه؟ آمدن امریکایی‌ها به افغانستان دقیقاً بعد از تجاوز شوروی در افغانستان و به حساب خروج روس‌ها و شکستشان در افغانستان، یک تجربه بود که روسا یک چانس طلایی را به دست آوردند تا انتقام شکست خود در افغانستان از امریکایی‌ها به اصطلاح بگیرند. متاسفانه افغانستان نه تنها ویتنام روسا گردید، بلکه دوباره ویتنام امریکایی‌ها هم شد و این ویتنام سازی افغانستان باعث کشتار ملت ما که بیش از 2 میلیون تلفات داشتیم و بیش از 6-8 میلیون نفر افغان ما مهاجر است و وطن ما به ویرانه بدل شد و جنگ های نیابتی صورت گرفت. خلاصه امی ناکامی امریکا در 18-19 سال گذشته برمیگرده به ای که همه رقبای منطقوی و جهانی امریکا در قضیه افغانستان فعال گردیدن، با طالب ها حمایت وسیع به دست آوردن، نه تنها در عرصه سیاسی در یک سال گذشته، یک و نیم سال گذشته، بلکه امی مقاومت را که طالب ها در مقابل نیروهای امریکایی کرد با سلاح، با پول، با امکانات، با حمایت هایی که صورت گرفت، متاسفانه دشمنان امریکا و دشمنان به حساب امی پروسه حمایت کردن و برای حمایت شدید داشتن روسا، ایرانی ها و همه مخالفین امریکا در این قضیه دست داشت. متاسفانه افغانستان جنگش بس جنگ سوریه مبدل ساختن، نیروهای مختلف نیابتی در افغانستان فعال است و اولو که اگر این پروژه هم کامیاب شود، همین جنگ را که امروز طالبات در مقابل داعش انجام میده، ظاهرا انجام میده و حمایت میشه و امکانات مالی و پولی میگیرن و همکاری های استخباراتی با امریکا دارن، آهسته آهسته امریکا جنگ خود را به حساب، یعنی
یک نیروی جنگی که برش خدمت کنه و به هدف امریکا باشه با طالب ها به شکل امتحانی آغاز کردن و حمایت هم کرد. امروز پیروزی خود آقای خلیلزاد جشن گرفت و گفت که یک قسمت عمده و بسیار مهمه توافقات ما عملی شده، یعنی جنگ با داعش. و ما فکر میکنم که همین پروژه که امریکا میخواد پای خود از جنگ افغانستان ظاهرا بکشه و او شکست را که روسا و ایرانی ها برش چیده بود بر بگردانه، با آمدن یک حاکمیت طالبی که حمایت پاکستان هم داره و عمران خان هم امروز اعلانات را که کرد به می ارتباط بود که یعنی همین خود شیره همون جنگ تغییر بده و به جای از اینکه طالب به خدمت روسا و به خدمت ایرانی ها و دیگران باشه در خدمت امریکا باشه. و متاسفانه این ادامه جنگ است در افغانستان و کشمکش ها هست و زورگویی ها هست. جنگ ما در کابل در حال شدت گرفته که متن توافقنامه صلح امریکا با طالب ها بیشتر مشابه یک متن توافقنامه با یک حکومت است و تلویحا نشان میده که امریکایی ها با یک توافق کلی در ساختار بعدی سیاست با طالبا رسیدن و یک تهدید خیلی کلان هم نسبت به کابل وجود داره و این اختلافات اگر دامن زده شوه هر دو بازنده میدان خواهد بود. اما چیزی را که آقای رحمت الله نبیل گفت، رئیس پیشین استخبارات افغانستان، در شمال افغانستان سلاح‌های خفیفه بی‌رویه توزیع میشه و این میتونه یک زنگ خطر خیلی جدی هم باشه. فکر میکنین که اقدامات سلبی اینچنینی در شمال ادامه داشته باشه و ای بتانه به عنوان یک تهدید کلان نسبت به کابل در کنار طالبان شکل بگیره یا نه؟ ببینین، آقای پوتین در جنگ سوریه کامیاب شد. پوتین در جنگ که به حساب یعنی در اوکراین کرد و جزیره کرم دوباره اشغال کرد و به حاکمیت خود در آورد و به حساب زم یا جز خاک روسیه فدراتیف روسیه اعلان کرد، پیروز گردید با وجود مخالفت اروپایی ها و غربی ها. امروز آقای پوتین میخواهد تا سال 2036 حاکم یعنی دائم العمر رئیس جمهور بانه. یک شخص قدرتگرا هست، یک شخصی است که برای قدرت همه چیز میته. او دوباره میخواد فدراتیف روسیه را به یک ابرقدرت مبدل کنه. پس در اینجا مسئله از این که در افغانستان مداخله کنه و حتی در شمال افغانستان مانند سوریه که امروز ببینین اساکر روسا اونجا هست، اساکر امریکا هست، اساکر ترکیه داخل شده، کشورهای مختلف در اونجا ساعات مختلف کنترل میکنن. احتمال از این که روسا در جنگ افغانستان شامل شوه و یک قسمت شمال افغانستان را به اساس تهدید امنیتی و یا تهدیدات مسائل آسیایی میانه مورد به حساب حمایت و تجاوز قرار بده، همه چیز در افغانستان امکان داره. آقای فیاض، متاسفانه سیاستمداران ما چنان غرق قدرت خواهی ها و غرق به حساب حفظ قدرت و رقابت های قدرت هستند که بسیار محاسبات اینا به سر چشم نمی بینن و از عواقب از او هم حراس ندارن. ولی چی سیاستمدارای چپ ماجراجویایی که کردن افغانستان به سوی بربادی برد، چی ماجراجویای رهبران جهادی افغانستان به سوی تباهی و بربادی کشند و چی ماجراجویایی که امروز همی حکومتداران ما که به نام دموکراسی و حاکمیتی که در 18 سال برای ما آمده و تحمیل شده. متاسفانه اینا رقابت های از اینا، کشمکش های از اینا، زورگوی های از اینا و ماجراجوی های از اینا باعث از این میشه که واقعا تمامیت افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان، یک کشوری به نام افغانستان تهدید شد. و امروز در افغانستان دو جغرافیا وجود داره. امریکا مستقیما با طالب ها معامله کردن، اونا را به حیث امارت اسلامی 17 بار در قرارداد نوشته شده که امارت اسلامی، ولی در زیرش نوشته شده که امریکا امارت قبول نداره. بر امریکا چی مشکل است که امارات قبول نکنه؟ آیا امارات متحده عربی را قبول نداره؟ آیا عربستان سعودی را قبول نداره؟ آیا کویت که اگه امارات است قبول نداره؟ بر امریکا نوعیت نظام ها، کسانی که بارش متحدین استراتژیکش باش هیچ فرق نمیکنه. بزرگترین دیکتاتورهای جهان با متحد امریکا بوده، پینوشت با امریکا بوده، سوارنو با امریکا بوده، در فیلیپین مارکو با امریکا بوده. ما ده ها دیکتاتوری در جهان داشتیم که متحد استراتژیک امریکا بوده. خلاصه بر امریکا دیکتاتوری ها، امارت نشین ها، شیخ نشین ها، پادشاهان مستبد هیچ رول نداره. دموکراسی در افغانستان برای امریکا هیچ ارزش نداشت. همین کودتایی که در انتخابات شد و همین غصبی که در قدرت صورت گرفت و ادامه کار آقای غنی غیر مشروع برای آقای خلیلزاد، برای جنرال میلر، اینا هیچ ارزش نداشت.
امریکا قبولش کرد و مشروعیتش هم میپذیره، به خاطر که بر امریکا متاسفانه انتخابات، دموکراسی، آزادی بیان یک غربه هست. امریکا اهداف بسیار بزرگی برای منفعت خود داره و در اکثر کشورهای جهان که دیکتاتوری ها هست با متحد امریکا بوده و امروز قسمی که گفتم در کشورهای خلیج نه آزادی بیان است، نه مطبوعات است، نه هیچ چیزی است. ولی امریکا در اونجا پایگاه نظامی داره، ازشان پول میگیره. متاسفانه بر امریکا اگر حاکمیت طالب بیایه، اگر ملا حیبت الله رئیس جمهور شوه و ملا استانکزی وزیر خارجه باشه، بر آقای خلیجزاد هیچ مشکل نداره. 18 ماه گذشته نشان داد که دولت افغانستان، ملت افغانستان، مدوات افغانستان پیش خلیجزاد، پیش امریکا هیچ ارزش نداشت، در آینده هم ندارن. فقط برای 14 ماه آینده آرایش سیاسی نظامی که در افغانستان میآید، او باعث از این میشه که امریکا اهدافی را که برای 20-30 سال دیگه در منطقه داره عملی کنه و در رقابت با روس و ایران و چین یک حاکمیت را در افغانستان خاط رقم بزنن که اینجا به اصطلاح در بازی قدرت امریکا یک متحد استراتژیک قوی، یک نیروی جنگ دیده، یک نیرویی که با تجربه هست و با آرمان است. طالب ها با یک آرمان جنگیدن و با آرمان خود صادق هستند. سیاسیون ما به هیچ چیز صادق نیست. شعاری که امروز میتن فردا عملی نمیکنن، خط سرخ تعیین میکنن فردا میشکنانن. به این خاطر است که اینا مورد اعتماد نیستن و امریکا فقط چند روز به اینا وقت داده و اینا متوجه زیبازی نیستن و در فکر میکنن که با اینا امریکا و خلیلزاد صادقانه عمل میکنه. همون حرفی را که خلیلزاد به حساب با اینا بازی میکنه امروز در خارج و در داخل افغانستان همه متوجه شدند. بسیار زیاد تشکر آقای ناصری. بسیار تشکر. باروتی که در انبار سپیدار و ارک جمع شده، با گذشت زمان احتمال اشتعال از او خیلی جدی است. به اساس تعهد آقای غنی قرار است تا دو هفته که یک هفتهش بیشتر گذشت کابینه معرفی شود و کابینه جدید شکل بگیره. نقطه که آقای عبدالله هم اگر مسائل حل نشد ظاهرا متوسل به او خواهد شد و این توسل‌جویی میتونه سبب تنش یا سبب فازای عملی تنش بین دو طرف شود. اگر قرار باشه که وضعیت را آمریکایی ها و میانجی های درونی حل نکنن، چقدر گذر زمان میتونه سبب تعویق گفتگوهای صلح تا بحث اقامت از او و سبب تنش خیلی جدی در درون شود؟ آیا واقعا آمریکایی ها میخواهی تنش ادامه پیدا کنه یا یک ساختار نسبی قابل قبول برای بازیگرای سیاست در کابل میتونه آشتی پذیری زبان مشترک در قسمت اجماع صلح را شکل بده؟ یک وقفه کوتاه. دوباره خوش اومدین. بس با آقای رحمانی ادامه میتیم. آقای رحمانی، حالا ظاهرا یک مقدار عدم انعطاف طرفین در قبال موضوع صلح و عدم حل مسائل سیاست در افغانستان تا حد سبب نگرانی ها شده که اگر قرار باشه این زمان بگذره و به اساس تعهدات هر کدام بخواه وزرای خود معرفی کنه یا اثرگیری معرفی والیا که تا یک حد با مخالفت جامعه بین الملل و ناتو هم قرار گرفته، اگر قرار باشه که رویکردا شکل بگیره، چقدر میتونه این فاصله ها دیگه هم پیچیده تر و دورتر شوه برای حل تنش های درونی؟ در قدم اول باید اشاره بکنم این که در 18 سال که میگذره در افغانستان یک اپوزیسیون قوی و اصلاحی در کنار حکومت افغانستان وجود نداشتند و هرگاه اگر سیاسون در کنار دولت به عنوان اپوزیسیون سیاسی قرار گرفتن، زمانی که منافع سیاسیشان تامین شده و چرخش 90 درجه داشتن و اینا یک بار جایشی تغییر کردند. بنابراین در اینجا از در سه دوره انتخابات افغانستان این چالش ها را ما داشتیم و این مثال قضیه در چندین مرتبه تکرار شد و آقای غنی هم میدونه که چگونه سیاسون با چی شیوه میتود استفاده بکنن که نرمش خود را حفظ بکنن. و در این مدت که میگذشت آقای غنی مصروف به تای مراحل پروسه قانونی که میخواستن اون مجرای قانونی به قولی که تنویهاشن تای کردن و مطمئن هستم با وساطت نهادهای داخلی، رهبران سیاسی داخل و خارجی میتونن این نرمش بیشتر شود و زمینه‌های برای مشارکت سیاسی بیشتر فراهم شود. اما چیزی که خیلی مهم است در اینجا پروسه سری افغانستان است که نمیتونه چندین بار تکرار شود. در اینجا باید سیاسون افغانستان از این فرصت استفاده بکنن، چون
چرخش در اینجا ما میبینه که طالبان ماشین جنگی طالبان دیگر از کار افتیده و طالبان انعطاف پذیری نشان داده با شهروندان افغانستان، با نهادهای افغانستان آماده مذاکره هستند و حتی واژه امارت اسلامی را شما دیدید که در این تفاهمنامه‌شون اونا اضافه نکردند و نشان میدهند که اونها آماده هستند در زیر چتر یک حکومت اسلامی که همین حکومت موجودی میدانه یک حکومت اسلامی بدون شک وجود داره و میتونن در زیر چتر ازی کار بکنن، اما تلاش دارن که دایره سیاسی خودشان را طالبان کلان انتخاب بکنن تا بتونن یک قدرتی و یک امتیازی را که مورد نظرشان باشه در آینده به دست بیارن و بتونن شریک قدرت سیاسی افغانستان باشن. بنابراین در اینجا ما یک پارچگی و اجماع ملی برای شهروندان افغانستان و سیاسیون و تحت مالکیت رهبری حکومت افغانستان نیاز است تا بتونه منافع عامه مردم افغانستان تامین شود. حالا اگر بند توافقنامه را بخونیم تا یک حد زیاد بحث امارات اسلامی افغانستان خیلی سریع مطرح شد، اما آمریکایی ها گفته که به رسمیت نمی‌شناسند. بس طالبان تا یک حد با اساس تبلور یک گفتمان غالب بر سر دستیابی به قدرت تقریبا همه پذیرفتن و یک نکته قبول شده است در این طرف که طالبان در این سیاست خیلی برنده هستند نسبت به بازیگرای درونی افغانستان، اما عدم انعطاف پذیری بازیگرا تا یک حد زیادی پروسه را هم در اوج ماتل ساخته و اینجا هم یک بحران حداقل سیاسی و روانی را بین مردم افغانستان خلق کرده. اگر قرار باشه که این بحران ادامه پیدا بکنه همچنان و راه حل برش پیدا نشه، الترناتیف رویکردی ایالات متحده آمریکا در قسمت صلح چی خواهد بود؟ اونا منتظر میمانند تا چند سال، تا چند وقت که کابل یک زبان مشترک پیدا کنند یا اونا یک اقدام دیگه را پیش خواهد گرفتن؟ در اینجا به این رسم سیاسیون افغانستان به این سطح آگاهی رسیدن که اونها تلاش میکنن که دستاوردهای 18 ساله قربانی خواسته های کوتاه مدت برای رسیدن به یک قدرت سیاسی اونها قربانی نکنن، زیرا همین سیاسیون فعلی که در مخالف حکومت وجود داره و پس انتخابات چالش هایی که وجود آمدن دستاوردهای 18 سال گذشته افغانستان اینها هم در این دستاوردها شریک هستند و یا نمیخوان به صورت 100% این حکومت را به چالش بکشونند و این روند توقف بدهند. اما فکر نمیکنین آقای رحمانی، فکر نمیکنین که بیشتر بازی سیاستمدارا در افغانستان برای دستیابی به مزایای ثروت و قدرت است و ارزش ها؟ بدون شک من با شما موافق هستم که سیاسی افغانستان در سه دهه ثابت کردن که اونها هر در گرفتن بخاطر منافع شخصیشون بارها تلاش کردن، بخاطر منافع شخصیشون از بنبستهای را که شکل دادن و انتخاب کردن و پیشکش کردن بر سطحهای روان دموکراتیک بنظام افغانستان اونها اون خطای سرخشان بارها به خط سبز تبدیل شد. بنابراین من مطمئن هستم که آقای غنی در این مدت این میتودولوژی را استفاده خواهد کرد که بتوانند بار دیگر چندین مرتبه مخالفین سیاسی که اونا تاری دیروز در مقابل حکومت استارگی میکردن و امروز در خط در صف اول و در صف دوم استاره میشن و حمایت میکنند از آقای غنی و مطمئن هستم که این روش به شکل دنباله‌دار است و سیاسیون افغانستان به این حد ثبات سیاسی نرسیده که مردم افغانستان. اما آیا آمریکایی ها آقای رحمانی، آیا آمریکایی ها منتظر پایانی ماجرا خواد بودن که در کابل چند بار هم در بر بگیره فرق نمیکنه، باش که آقای غنی چی مانور رو به کار میبره تا بتونه یک لیست ترتیب کنه؟ فکر میکنین که کم زمان میگذره بر آمریکایی ها هم بر انتخاباتشون عجله دارن؟ تقریبا 6 7 ماه بیشتر وقت ندارن. دقیقاً من مطمئن هستم که آنچه که برای ایالات متحده آمریکا مهم است اون منافع خودشان مهم است. در روند مذاکره سر افغانستان اونا کوشش میکنن از یک طرف بتونن نرمش را در میان سیاسیون افغانستان ایجاد بکنن و از طرف دیگر اونا تلاش میکنن یک دستاورد نسبی را برای شورای انتخاباتیش آقای ترامپ داشته باشه و بتونه در اینجا قهرمان این میدان که آقای خریدار داره پیش میره در این دوران هر روز داره ادامه میکنه که وی بتونه یک وساطتی را بکار ببره که هم دستاورد برای مردم افغانستان باشه، بتونه یک نرمش ایجاد بکنه و از طرف دیگر امو اهداف اساسیشان که ماموریتشان برای شورای انتخاباتی ایالات متحده برای آقای ترامپ هست او را میخواهم که به زودترین وقت این را داشته باشند و این را نمیخواهند که از دست چون برای و باید بنباز کشنده شده و در آینده ترامپ در زیر سوال کانگریس ایالات متحده امریکا. حالا با این وجود تعلل در کابل چقدر میتونه حوصله امریکایی ها را ختم کنه و اونا را بگروی کرده دیگه و بداره
تا یا کابل کاملا بازندگی بازی باشه یا حداقل زیر فشار خیلی جدی قرار بگیرن. ما مطمئن هستم که انشالله به باور هستم به عنوان یک شهروندی افغانستان به باور هستم که این نرمش دارد روز به روز بیشتر شده روان است و تلاش میکنند رهبران سیاسی و تلاش دارند که با مشارکت همه شمول که بتوانند در این همه مردم افغانستان در روند مذاکره سهم باشند و زمانی که اینا در این پروسه میده سهم گرفتن مطمئن هستم که در حکومت آینده افغانستان هم این مخالفینی که آقای رحمانی اطمینان شما با چند تناقض هم همزمان گریه میخوره. بس همشمولیت نظام تا حال زیر سوال است و سیاسیون تاثیرگذار به شمول آقای کر